در ملاقات های میان هیئت افغان و مقامات ایالات متحده در کمپ دیوید بر روز دوشنبه جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده، اشتن کارتر وزیر دفاع و جک لیو وزیر خزانه ایالات متحده و شمار دیگری از مقامات امریکا با هیئت افغان به رهبری رئیس جمهور و رئیس اجرایی ملاقات کردند و طوری که شنیدید 5 تصمیم نهایی از این نشست ها اعلام شده است که تمام آن در مورد تمویل مالی برنامه های حکومت افغانستان در عرصه امنیت و اصلاحات متمرکز است. اهمیت این تصامیم در میان دو حکومت و واکنش کانگرس در تصویب آن موضوع صحبت ما با مهمان این ساعت برنامه در استودیو است. محترم آقای زلمی خلیلزاد، سفیر سابق ایالات متحده در عراق و افغانستان با ما هستند. آقای خلیلزاد سلام به شما، ممنون از حضورتان در برنامه. آغاز می‌کنیم از 5 تصمیمی که دیروز اعلام شد. به نظر شما کدام یک مهمترین است؟ اول باید بگم که مهمترین چیز از این تصمیم‌ها آمد تا مسئله بهتر ساختن رابطه افغانستان و امریکا است. یکی از ضرورت‌های چند سال گذشته ترمیم رابطه بین امریکا و افغانستان بود که اساس مشکلاتی که در رابطه در دو سه سال آخر بین حکومت آقای کرزی و حکومت امریکا صورت گرفت، سردی در رابطه به وجود آمده بود و حکومت جدید افغانستان از روز اول نشان داد که میخواهد این رابطه را ترمیم کنه و این سفر در این قسمت تا حال موفق بوده در ترمیم رابطه و حتما ملاقات با رئیس جمهور اوباما امروز یک قدم بهتر و بالاتر برای ترمیم صورت خواهد گرفت. در قسمت فیصله هایی که شما سوال کردین، اینا قدم های مثبتی بودن. مهمترینش طبعا مسئله 800 میلیون دلار بود به فکر من، چون وضع اقتصاد در افغانستان فعلا با مشکلات مواجه است. پول درآمد حکومت کمتر شده، مالیه را جمعش کمتر بوده، سرمایه گذاری هم به اون رقمی که باید صورت بگیره صورت نگرفته، در بودجه حکومت مشکلاتی وجود داره و یک تعداد پروگرام های هم حکومت در نظر داره برای پیشبرد اقتصادی، برای فعال ساختن سکتور خصوصی و به وجه هم به پول و کمک ضرورت است. از او خاطر تمام این قدم ها مهم است، اما به فکر من مهمترین قدم مسئله 800 میلیون دلار بود. تلویزیون آشنا خوشبختانه مصاحبه اختصاصی با رئیس جمهور غنی داشت در روی موضوعات مختلف و بخشی از او روی تعهدات مالی امریکا به سمت افغانستان بود. اجازه بدین این بخش از نظریات رئیس جمهور را بشنویم و بعد با واکنش شما در مورد تقدیم بیننده ها خواهیم کرد. نکته اول است که ضرورت به تشکر از کمک هاست، ضرورتش از تشکر به همکاری است. افغانستان 14 سال پیش بیاد بیارید، ساحه دارلمان یک خرابه محض بود. نفوس کابل 400 هزار نفر، دو دو 400 هزار نفر بود. خشکسالی 5 سال مرد کارد بستخان رسنده بود. مشکلاتی که وجود داشته باید تصویر بزرگ زیر شعا ندونه و تصویر بزرگی است که بدون کمک همه جانبه امریکا ما دستاورت های 13 سال گذشته ما به مراتب کمتر می بود یا غیر ممکن می بود. از این جهت نکته مثبت از همکاری ضرورت به تاکید داره. دوم، فساد اداری یک سرطان است. جامعه افغانستان تباه کرد و تصویر افغانستان به خواب برابر کرد. ما ضرورت به ای داریم که تصویر افغانستان به صورت بنیادی تجدید شود. ما دوست نیستیم، ما قاچاق بر نیستیم، یک عده کوچک به ای کار مصروف هستند. ما یک ملت باوقار، آزاده و آزادمنش هستیم، یک ملت که به دموکراسی عقیده داره و قانون اساسی باور داره، در انتخابات سهم بزرگ گرفتیم. میخواییم که یک جامعه با ثبات و مرفع باشیم. این تصویر باید در عمل ارائه کنیم. از این جهت همیشه باید به حیث گدا نبه. نکته بنیادی ما ایست که اول خود ما چطور حس مالکیت میکنیم و حس مسئولیت میکنیم. اصلاحات ما را
سر ما باید کس تحمیل نکنه. ما باید پیش قدم باشیم، ابتکار اصلاحات به دست خود داشته باشیم تا بتانیم به صورت بنیادی مردم قناعت بدیم. سوال دیگر همیشه معلوم دار ایست که آیا افغانستان ظرفیت عزیز پیدا کرده میتونه که آینده خود خودش تمویل کنه. ما تا ابد وابسته به کمک ها بوده نمیتونیم. یک مملکتی که بودجه انکشافیش مطلقا بر اساس کمک خارجی استوار باشه و یک قسمت قابل ملاحظه بودجه عادیش هم از کمک های خارجی به معلوم دار در اسان سوال پیدا میکشه. آیا این مملکت واقعا به گدایی و تنبلی آموخته است یا ای که یک اراده داره و میخواه؟ نقطه دیگه ایسته که ابتکار عمل در توسعه مناسبات نهایت ضروری است. حقوق و وجایب ما مخصوصا حقوق زن، حقوق جوان و حقوق فقیر باید نقاط باشه که ما بتانیم سر از این اتکا کنیم. بر این اساس ما میتانیم که یک اجماع ایجاد کنیم. اما عمده ترین چیز در چارچوب عزیزتک که خطراتی که افغانستان تهدید میکنه خطرات است که هم منطقه را هم دنیای عرب اسلام دیه و هم دنیای جهانی خواستن امریکا را تهدید میکنه. در تعریف از این خطرات و ابتکار در دفع از این خطرات ما باید پیش قدم باشیم تا بتانیم نوع مناسبات خود را بر اساس منافع مشترک و به اساس از این که ما سر پای خود استاده شده میتونیم و اینا در پهلوی ما قرار گرفته میتونن از این که همیشه ما را خدای ناکده در پشت خود ببرن. این تصویر نهایت ضروری است و نقطه تمرکز ما بوده میتونه تا مردم امریکا باور پیدا کنن که کمکاشون به مردم میرسه و مردم میخواین که این مناسبات با پای خود استاد شد. فساد اداری موضوعی که همیشه در عرصه حکومتداری در افغانستان مطرح بوده و حکومت وحدت ملی هم از اون مبرا نیست. تا حال اتهامات مبنی بر فساد به خصوص در عرصه تعیین کابینه برای حکومت وارد آمده. برداشت شما از گفته های آقای غنی در عرصه مبارزه با فساد و کمک ها چیست؟ اول خود چیز مهمی که رئیس جمهور غنی گفت ایست که تغییرات زیاده در افغانستان صورت گرفته با وجود مشکلاتی که وجود دارن. افغانستان امروز از افغانستان 14 سال پیش فرق اساسی داره و در این کردیتش طبعا به کوشش های مردم افغانستان تعلق میگیره، به کوشش های حکومت تعلق میگیره، همچنان کمک های جهان و خصوص کمک های امریکا یک رول کلان در رو قسمت داشته. بله. و با فکر کنم که یکی از صفات های مثبت این سفری است که رئیس جمهور و آقای عبدالله حقیقت بینانه صحبت میکنن. کردیت که به امریکا لازم است او کردیت میتن و یک اتمسفر مثبت را برای بحث هم با وجود میاره در اینجا. در قسمت مشکل فساد که شما به اشاره کردین، طبعا مثل که دکتر اشرف غنی گفت یک سرطان است در وجود سیاسی افغانستان. بله. و در وجود اقتصادی افغانستان. و یکی از اساس ترین جزء پروگرام حکومت وحدت ملی همیست که با این مشکل مقابله بکنه. این آسان کار نیست که چطور با ریشه های قوی که پیدا کرده در افغانستان. بله. که خود رئیس جمهور هم گفت مثل سرطان است، یک دوای قوی کار داره، مبارزه شدید کار داره، پروگرام کار داره، تیم کار داره، حسابگیری کار داره، تعقیب کار داره و این وقت در بر میگیره و کار آسانی نیست. اما مسئولیت حکومت جدید است که از بعض عناصر مهم که در سطح بالا قرار دارن حسابگیری با اونا شروع شوه اول. برای از اینکه اگر سر یک کس پایان رتبه بیچاره ای کار شروع میشه او قطازیردار نخواد بود. بله. و از او خاطر اصلاحات سطح بالا صحبت. بله. و پروگرام مثبت است، خوب است. اما جنبه عملیش
دیده شوه. یک مشکل کلان هستی و فکر کنم که دکتر اشرف غنی متوجه از این موضوع است. بله سفیر صاحب خلیزاد، زه هم تاست سلامونه وړاندې کوم. مننه در راتګ نمو کور مودن. زما سره هم یو پوښتنه شته او هغه دا چې امریکای افغان کارپوهان د افغان مشرانو سفرونه او سره پرتله کوي، تاسو اوسنی د افغان دواړو مشرانو سفر د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سفر سره څنګه پرتله کوي؟ خب کردی صاحب هم دیر خط سفرونه ای در لود امریکی تا کانگریس تم بیانه ور کری و پا ابتدا که پا خصوص دیر خواب مثبت گرم رابطه او در رئیس جمهور بوش او در رئیس جمهور کرزی سره، اما پا آخر که ساز دینی مشکلات چه پا من راغی سفرونه مشکلاتی هم در لود، اما په ابتدا کې او اوس دا سفر هم په ابتدا د نوي حکومت په کار کې واقع کیږي. بله او یو مثبت اتموسفیر پیدا شوې ده. ډاکټر سبشخانی او ډاکټر عبدالله تبریکی و هم چې دوی دا سفر په ډېره ښه چارچوب کې شروع کړی دی او تر اوسه پورې خدا یو ډېر موفق سفر دی د دوی لپاره او د افغانستان لپاره او هم د امریکا لپاره، ځکه چې افغانستان د امریکا ستراتیژي په منطقه کې یو غټ او مهم رول لري، باید هم ولري. مثبت سفر دی. خب برمیگردیم به جد این سفر. موضوع تمویل اردو یک موضوع بود که دیروز در کمپ دیوید اعلام شد. موضوع مصالحه با طالبان موضوع دیگه است که آیت افغان با مقامات آمریکایی روی از او صحبت میکنن. آیا شما انتظار انکشاف را در کنفرانس مطبوعاتی در راه در قصر سفید از دو رئیس جمهور در قبال مذاکره با طالبان دارین یا خیر؟ خب حتما اقلا دو رئیس جمهور از کوشش ها برای آوردن صلح در افغانستان پشتیبانی خواهند کرد. کار آسان است. افغان ها از ابتدا صلح میخواستن و امریکا همچنان، اما مسئله ایست که طرز پیاده ساختن راه صلح آیا در آینده نزدیک یک تغییر پیش خواهد آمد که ملاقات ها صورت بگیره بین حکومت و نماینده های یا رهبریت طالب، یعنی در چند هفته گذشته حد زده می شد با قدم هایی که حکومت دکتر سب اشرفانی و دکتر سب عبدالله گرفتن که یک ملاقات صورت بگیره. آقای اشرفانی سفر کرد به پاکستان، ملاقات های صورت گرفت از طرف مقامات پاکستانی که به کابل آمدن. بله. چند نفر صاحب منصب افغان روان شد به پاکستان برای تمرین نظامی. رابطه با هند کمی سرتر شد که به پاکستان اطمینان داده شود. رابطه با چین قوی تر شد که به پاکستان اطمینان داده شود که افغانستان با دوست پاکستان رابطه خود داره قوی میکنه و از چین کمک خواسته شده برای این کار. حتی بعد فعالیت های امنیتی به ضد عناصری که ضد پاکستان هستند در افغانستان صورت گرفت. اما تا حال غیر از صحبت مثبت از طرف حکومت پاکستان آیا قدم های عملی گرفته شده برای بهتر ساختن وضع امنیتی در افغانستان و برای شروع آغاز بحث مستقیم بین عناصر طالب و مخالفین حکومت با حکومت؟ هنوز این قدم صورت نگرفته، گرچه امیدواری بود که چند هفته پیشی کار صورت بگیره. بله. چرا این ملاقات تا هنوز صورت نگرفته؟ آیا پاکستان راستی فیصله کرده که در این قسمت کمکی که لازم است بکنه یا نه؟ آیا ضرورت به ایست که امریکا هم باید فشار بیاره برای پاکستان با قدمایی که دکتر اشرف غنی گرفته؟ و این قدم های دلاورانه بوده، قدم های بوده که خطرات سیاسی برای خودش در داخل افغانستان داره که پاکستان او وعده‌ای را که ممکن برش داده باشه، او وعده ها را
عملی کرده یا نکرده، چرا نکرده و ضرورت به کمک از امریکا هم خواهد بود. سفیر صاحب، ما سره هم یو پختنه شته، بل افغانستان ته یوازې طالبانو خطر نه دی متوجه. جمهور رئیس غنی ویل چې د داعش د ډلې خطر هم په افغانستان کې وستر سترګو شوی دی. تاسو فکر کوئ چې د دې خطر په نظر کې نیول سره او هغه څه چې په عراق کې پیښ شول، آیا امریکا به لا نور مرستو ته وهڅوي؟ داعش خطر خو یو عمومي خطر ده، بله. نه یوازې افغانستان ته، بلکه پاکستان و نړۍ او شرق میانه کې په خصوص سوریه او عراق کې زخت ډیر یو نوی خطر ده. دا هم یو توجه ته ضرورت لري، او پاکستان افغانستان باید یو بل سره په دې باندې هم همکاری وکړي. او دا نشي چې پاکستان د طالب خطر یا د اقانی گروپ خطر لیکي او د داعش خطر اضافه وکي او بیا وایي چې مونږ خدای باندې کنټرول نه لرو، لکه چې دوی ویل هغه وخت چې زه په افغانستان کې سفیر وم، ما ته د پاکستان رئیس جمهور مشرف وویل چې طالبان دلته خو نسته، دوی دلته په افغانستان کې، ما ته د دوی ادرس ورکه او د دوی تلفون نمبر ورکه، مونږ خبره هیڅ خبر نه لرو چې دوی په پاکستان کې دي. چې بیا په داعش په باره کې همداسې یو لوبې وکړي، دا یو مهارت و توجه ته ضرورت لري چې پاکستان صحبت یو شی ده او بیا توجه باید دوی عمل ته سره توجه ولري، او باید زما په نظر باید پاکستان هم قدمونه گامونه واخلي او دغه گامونه چې پس لاینه دغه اغوی د گام نه دني گامونه افغانستان هم باید واخلي. باید داسې ونشي چې ټول گامونه افغانستان واخلي بیا او دوی صحبت باندې یوازې حساب وشي. ډیر زیاته مننه سفیر صاحب خلیلزاد، تشکر از شما، تشکر از حضورتان و از تحلیلی که ارائه دادید. سلامت باشید. ممنون. سلامت. قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې موږ مخکې هم ویل، ټاکل شوی ده چې د افغانستان او متحده ایالاتونو جمهور رئیسان نن په سپینې ماڼۍ کې سره وګوري، او وروسته یو مطبوعاتي بې ساری کنفرانس چې خورا اوږد به هم وي، یو ساعته ولري. زموږ همکار ایوب خاورین چې امریکا ته د جمهور رئیس غني په مشرۍ د افغان پلاوي لیدنې کتنې تعقیبوي، همدغه اوس د سپینې ماڼۍ له انګړه موږ سره په پروګرام کې دی چې دوی ته ستړي مشي وایو، ور به شو وګورو چې څه تازه خبرونه له ځانه سره لري. خاورین صاحب، مهرباني وکړئ، ولسمشر غنی اوس چیرې دی؟ څه وخت د ولسمشر اوباما سره رسمي لیدنه پیل کیږي؟ د سپایي ګمنام په څلی باندې د ګلانو د ګډې د کېښودلو نه وروسته ولسمشر غنی او هیئت یې د سپینې ماڼۍ په لور راخوځېدلی ده. دا ټوله لار د 12 دقیقو ده، او دلته هم ترتیبات ورته نیول شوي دي. په د سپینې ماڼۍ په انګړ کې ګارد د تشریفاتو ګارد خپل هغه وروستی تمرین وکړ، او اوس ورته آماده دي چې ولسمشر او هیئت یې دلته راورسېږي. نو تمن په دغه ودانۍ کې ولسمشر اوباما هم دوی ته منتظره دی چې کله ولسمشر غني راورسېږي او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ورسره دی، هیئت به یې جګپوړ هیئت دوی ته به ښه راغلاست ووایي، او دننه به په کاري غونډه پیل سي 2 ساعته، او د هغې وروسته یو بله غونډه ده 15 دقیقې چې هغه ولسمشر اوباما د جمهور رئیس غنی سره، او د دې امکان هم شته چې په هغې کې هم اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د امریکا له لورې هم یو په همدې کچې یو لوړ پوړی څوک ورسره موجود وي. د غرمې نه وروسته پریس کانفرانس ته، لکه څنګه چې تاسې وویل، مطبوعات د همدې سر له اوسه ګڼ شمېر راغلي دي، او په مجموع کې د امریکا کورنیو رسنیو نن دغه سفر ته هغه اهمیت ورکړ. بله، نو دا اهمیت یې ورکړ. نن چې کله دا غونډه وسي، د پریس کانفرانس یا د خبری کانفرانس نه وروسته یو ماښام کې په د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د جان کیری لخوا رسمي ماښامنۍ ترتیب نیول شوی دی چې هغه نن ماښام هلته مصروفه دی. او په دې کې، په هغه غونډه کې جالبه دا ده چې په امریکا کې
افغان محصلین چې د فولبرایت چینو محصلینو ته هم دعوت ورکړ سوی ده په دغه غونډه کې به موجود وي او تر څنګ یې د حیات ټول او د امریکا هم په همدې کچه لوړ پوړي غړي په هغه غونډه کې وي. سبا ته بیا د کانګرس غونډه ده چې په کانګرس کې وینا کوي او له هغې وروسته بیا د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې ولسمشر غنی ماښام ته د 15 تر 16 پورې وینا کوي او په اټلانټیک کونسل کې یو اوارډ اخلي. بله ډېره زیاته مننه کوو تاسو څخه. بیا به هم کوښښ وکړو چې تاسو ته درشو او نور معلومات راواخلو. خو د خپرونې بل مهم مطلب ته ورزو. شاوخوا قدرمنو لیدونکو 2000 تنو نن په کابل کې د سترې محکمې مخې ته مظاهره وکړه او د دې تر څنګ چې د قرآن د از قران عظیم شان سوځولو په ناحقه تورې د فرخنده وژل په کلکو ټکیو غندل د هواد لا قضایي اورګان څخه یو غوښتل چې د وژل شوی فرخنده په اړه د عدالت تضمین کی او وشکلنه فرخنده څورز مخکې د شاهد شمشیر زیارت پنګړ کې په ډیر بیرحمه لمړی په وحلو ټکولو وژل شو او بیا یې مړی د کابل سین په غاړي وسوځول شو. وروسته معلومه شو چې پر هغه باندې د قران سوځولو تور واقعیت نه درلود. موږ دلته راغلی یو چې ووایو نور بس دی. د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، بې عدالتي، د سړک د غاړې محاکمه او د بلواګرو محکمه نور بس ده. هغو کسانو چې دا وحشیانه عمل یې ترسره کړی دی باید عدالت ته راوستل شي. دا د انسانیت په تاریخ کې تر ټولو وحشي عمل دی چې موږ لیدلی دی. په عین وخت کې دا کار جمهوري ریاست او پولیسو ته نږدې ترسره شو، خو متاسفانه په سلګونو کسانو د هغې د وژنې لیدنه کوله او د پیښې فلمونه یې اخیستل او هیچا په وړاندې عمل ونه کړ. د کابل پولیسو ویلي دي چې د فرخوندې د وژنې په تړاو یې تر اوسه پورې 13 کسان نیولي دي او د 14 پولیس افسرانو ماموریتونه یې تعلیق کړي دي. قدرمنو لیدونکو، د افغانستان په وړاندې د راتلونکو امنیتي اندېښنو په لړ کې به واشنگتن ته د افغان هیات د امنیتي مرستو پر ارزښت په کابل کې خپل بل میلمه د پوځي چارو کارپو جنرال صاحب محمد یوسف همت سره خبرته کینو چې د کابل د استودیو څخه موږ سره مل دی. جنرال صاحب ستړي مشي په خیر راغلی او مننه چې موږ سره مل یاست. تاسو په پیل کې د امریکا له خوا د پوځي مرستو پر موافقې که خپل نظر څرګند کړئ. د یو پوځي چارو د کارپو په توګه ویلای شي چې دا موافقه به د افغانستان پوځي زی ارتیاوی پورا کړی شي. ډیر مننه. زه لمړی د آشنا تلویزیون ټولو کارکونکو او لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. او په تیرو 14 کالونو کې امریکایانو دلته ډیر مصارف زحمتونه ایستلی دي او په تیرو 15 کالونو کې افغانانو او امریکایانو کومه دوستی چې رامنځته شوې ده د افغانانو په ډیرو قربانیو دا دوستی ترلاسه شوې ده. او په دې اخیر وختونو کې چې لک خړ پړتیا په کې راغلی و دا د موجود آیات په واسطه ان شاء الله برطرفه کیږي. او ډاکټر صاحب اشرف غنی د افغانستان منتخب ولسمشر دی او ډیر دانشمند شخصیت دی. زه باور لرم چې دا ستونزې به ټولې حلېږي او کوم تړون چې شوی دی او کوم وعده چې د امریکا دولت لخوا د اوسنی حاضر هیئت سره په امریکا کې د افغانانو سره شوی دی او دا کافي نه دی ولې د ستاینې او یادونې وړ کومکونه وعده شوی دی او موږ دې غي مان نه کوو. بله جنرال صاحب، دا په داسې حال کې ده چې د کورنوي چارو وزیر نورالحق علومي د ولسی جرګې په استجوابیا غونډه کې د خلاصو سرحدونو او سیاسي بحرانونو په مسایلو اعتراف وکړ ول چې دا په افغانستان کې موجود دی. هغه وایي چې 80% سرحدونه خلاص دي. په دې برخه کې د امریکا لخوا د ځانګړو مرستو غوښتنه هم باید وشي، اړتیا شته. دا ډیره دقیقه خبره ده. پاکستان سره موږ 2300 کیلومتر سرحد لرو، همداسې د ایران سره لرو، تاجکستان سره لرو، چې په دې سرحدونو کې آزاد تګ راتګ کیږي، قاچاق کیږي او د تروریزم مسایل پر مخ بیول کیږي. او دې سرحدونو د څار دپاره د افغانستان د وزارت داخلي سره خاصتاً سرحدي قواو سره باید کافي کومک وشي او خو وسایل او تجهیزات ورکړل شي چې دوی د سرحد څارنه وکول شي. او براله وای دي نه چې دې ضرورت دی او که په منطقه کې سیاستونه رهبران لږ درست کی
او په اروپا کې اوس ډیر سرحدونه پرانیستي دي، هیڅ ډول ستونزې او مشکلات نشته. موږ هم کولای شو د خپل همسایا هیوادونو سره خپل سرحدونه هم داسې آزاد پرېږدو، خو په دې شرط چې د یو بل په خاوره کې مداخله ونه کړي، د یو بل امنیت خګړ ورنه کړي. بله، تاسو د وزیرانو په کچه د امنیتی شورا خبرې اترې چې امریکای د ګوتو په شمیر خپل متحدینو هیوادونو سره تر سره کوي، د پوځي وړتیا د لوړولو په برخه کې څومره ګټور بولې؟ دا د افغانستان لپاره څومره ګټه ولري د پوځ په برخه کې؟ دا به ډیره زیاته ګټه ځکه ولري چې امریکا د تخنیک او نظامی تخنیک له لحاظه په دنیا کې یو پرمختللې او بې مثاله ملک دی، او دوی چې زموږ د پوجانو سره کومکونه وکي او زموږ د پیلوټانو هوی کوو سره کومکو کې نظامی کوو راکټي کوو تشکیل شي توپچی تشکیل شي، او په دې کې دا ډیر موږ لپاره ډیر ارزښت لري، او ځکه دا ډیر دقیق وسیلې لري، او هغه کډرونه چې دقیق تربیه شوی نوي استعمال یې ورته آسان کار نه دی، نو ځکه دا همکاري او ډیره مثبته ده او ډیره دوستانه ده او ډیره عمیقه ده، موږ یې ستاینه مننه او تایید کوو. بله جنرال صاحب، په ځینو مطبوعاتو کې په خپل د پاوچ په چارو کې د اداري فساد نښې نښانې لیدل شوې دي، وایي دا کار پوځیان ځوروي چې خپل ژوند دوی د خپل هیواد لپاره په خطر کې اچوي. څه فکر کوي چې د پاوچ پر اصلاحاتي چارو باندې څومره لګښت راتللی شي، او څومره دغه مرستې چې د اصلاحات په برخه کې ځانګړې شوې دي د پاوچ لپاره باید اختصاص شي؟ دا ډیر دقیق خبره ده. فوج کې واقعا په خوا تشکیلات په دې ډیر لاسو کلو کې داسې جوړ شي چې د قومي تقسیماتو ژبې تقسیماتو په اساس په فوج کې ځینې پوستونه تقسیم شي، چې دا زموږ د ملک سره ډیر ظلم و زموږ د ملک د تشتت او پراګندګۍ سبب کېده، او فوج کې باید ډیر قوي تغیرات راشي، خاصتاً په برابرۍ سطح کې باید تغیرات راشي. زموږ فوج ډیر قهرمان او فداکاره فوج دی، ښه تربیه شوی دی، او که ښه تجهیزات ښه وسایل ورسره وي دا په منطقه کې ډیر یو تکړه فوج وي، او زه باور لرم چې امریکا کې چې دې مسلې ته توجه کوي د افغانستان د دولت د مشران په همکارۍ باندې دا ډیر موثر وي، او په دې کې باید تغیرات راشي، او دا تغیرات ډیر ضروري دي. بله. او دا تغیرات باید مسلکی راشي. په خوا د چوکۍ زین داسې ورکل شوی دي لکه چاته چې امتیاز ورکوي، بخشش ورکوي، تحفه ورکوي، ول دا چوکۍ دي نظام د ضرورتونو او نظامی دکتورینو لمخې باید ته انشي مسؤل. بله بله، ډیره زیاته مننه کو تاسو نه، کور مو ودان زحمت مو ويست، او په خپل چار کې بریالي اوسئ. سي و حال می‌پردازیم به نظرات اختصاصی شما. در صفحه فیسبوک تلویزیون آشنای صدای آمریکا از اعضای صفحه پرسیده بودیم در حالی که وزارت دفاع ایالات متحده تعهد تمویل نیروهای امنیتی افغانستان را تا سال 2017 اعلام کرده است، آیا با موجودیت مزله فساد اداری این بودجه در عرصه انکشاف ظرفیت اردوی افغانستان موثر واقع خواهد شد؟ در زمره اعضای این صفحه که نظر دادند، آقای امید صمیمی از کابل نوشته است: تا وقتی که فساد اداری در افغانستان کاهش نیابد، کمک امریکا بی‌معنا بوده و افغانستان بعد از سال 2017 تمام اردوی خود را از دست خواهد داد. آقای محمد محسن نوری از کابل می‌نویسد: اگر تغییر در مدیریت ادارات دولتی به صورت اساسی به وجود نیاید، در افغانستان نه تنها در قسمت امنیتی بلکه در تمام سکتورها مشکل حل نخواهد شد. با سپاس از تمام اعضای این صفحه که هر روز نظریات خود را با ما روی موضوعات مختلف در میان می‌گذارند. آدرس رجوع به صفحه را به یاد داشته باشید: facebook.com/voatvashna. با
تشکر از همراهیتان در طول ویژه برنامه تلویزیون آشنا در قبال سفر حیات افغان، یادآور می‌شویم که بعد از ختم این برنامه، برنامه دیگری را در طول شب به وقت افغانستان روی تحولات تازه و بخصوص کنفرانس مطبوعاتی قصر سفید مد نظر گرفتیم. بله، او دغه سفر پر بعد چیرنیز رپورتونه او پوره جزئیات به هم تاسو سره شریک شي. شپه ورځ په خیر، علامه مل. خدا نگهدار.